سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس نظریه بازی ها امروز میخوایم بریم سراغ مبحث تعادل نش ترکیبی یا میکس استراتژی نش کویلیبریوم و من میخوام مستقیم مثل همیشه برم سراغ یک مثال که از معروفترین مثالهای تعادل نش ترکیبی هست یک بازی دو نفره که بازی به این شکل انجام میشه که هر کدوم از بازیگرای من بازیگر یک و بازیگر دو یک سکه در دستشون دارن و میتونن یکی از دو طرف اون سکه رو به اون یکی نشون بدن خب پس اینجوری نیست که سکه رو بندازن نشون میدن و من اسم دو طرف سکه رو میذارم H و T تا استاندارد بشه با همه کتاب های نظریه بازی ها این H مخفف هد هست و تی مخفف تیل حالا به شیر یا خط میگن هد و تیل بازی هم سودهاش به این شکله که اگر هر دو بازیگر من اچ رو نشون بدن بازیگر دو باید سکهش رو بده به بازیگر یک خب پس در نتیجه بازیگر یک من یه واحد سود میکنه چون یه سکه گرفته بازیگر دو یه واحد ضرر میکنه به همین ترتیب اگر هر دو تیل نشون بدن تی نشون بدن باز هم همون اتفاق میافته. اما اگر دو روی مختلف رو نشون بدن بازیگر یکی که باید یک سکش رو بده به بازیگر دو پس سود بازیگر یک میشه منفی یک سود بازیگر دو میشه یک و به همین ترتیب در این نقطه منفی یک و یک خب حالا من میخوام به عنوان یک تمرین این ویدیو رو چند لحظه متوقف بکنید و نشون بدید که این بازی تعادل نشی که ما تا حالا یاد گرفتیم یا همون تعادل نش ساده نداره حالا بعد از اینکه خودتون این رو دیدید من میخوام بیام و استراتژی ترکیبی تعریف بکنم برای این دوتا بازیگرم چجوری این کارو میکنم؟ من میگم بازیگر که من میاد و اچ رو با احتمال پی بازی میکنه و در نتیجه T رو با احتمال یک منهای پی ببینید این الان این عدد پی که یک عددی هست بین صفر و یک همه استراتژی بازیگری که منو داره مشخص میکنه من دیگه لازم نیست بگم که مثلا داره الان اچ بازی میکنه من میتونم بگم که داره با احتمال یک بازی میکنه وقتی میگم پیش یک یعنی داره با احتمال یک اچ بازی میکنه وقتی میگم پیش یک دومه یعنی داره با احتمال یک دوم اچ و با احتمال یک دوم تی بازی میکنه پس این پی تمام استراتژی بازیگری یک منه که باید اون رو انتخاب بکنه و بهترین بازیش رو به نسبت اون پی انجام بده به همین ترتیب برای بازیگر دو احتمال کیو و یک منهای کیو رو, رو روی اچ و تی من تعریف میکنم خب و حالا به دنبال تعادل نشی هستم در حقیقت به دنبال پی و کیوی هستم که اگر هر کدوم از بازیگرهای من با اون احتمال پی یعنی پیشون رو اون قرار بدن و اون یکی کیوش رو اون قرار بده با فرض ثابت بودن اون یکی بازیگر بازی اون یکی بازیگر هیچ کدوم از بازیگر ها انگیزه ای برای تغییر این احتمال نداشته باشند خب این الان مفهوم شهودی تعادل نش ترکیبیه که با همدیگه حسابش میکنیم تا یه مقداری بهتر بفهمیم چه اتفاقی میافته خب حالا بیایید من میخوام فرض بکنم بازیگر یک پی بازی میکنه بازیگر دو کیو بازی میکنه و بیام سود بازیگر یک رو با این احتمالات به دست بیارم یعنی فرض میکنم من میدونم دقیقا کی و چیه و میدونم دقیقا پی چیه میخوام ببینم سود بازیگریه که من چی خواهد خب ما با چه احتمالی در این مربع گوشه بالا سمت چپ قرار میگیریم با احتمال پی ضرب در کیو چون هر کدوم دارن پی و کیو بازی میکنن در نتیجه با احتمال پی ضرب در کیو من در این مربع قرار میگیرم پس با احتمال پی ضرب در کیو من روی این مربع قرار می گیرم و اگر روی این مربع قرار بگیرم من یک واحد بازیگریه که من سود میکنه پس ضرب در یک به علاوه پس این سودی هست که سود انتظاری من از این نقطه بالا سمت چپه در نقطه بالا سمت راست با احتمال پی ضرب در یک منهای کیو من اونجا قرار می گیرم پس با احتمال پی ضرب در یک منهای Q چقدر به دست میارم؟ منفی یک درسته؟ با علاقه با چه احتمالی روی این مربع قرار می گیرم یک منهای پی ضرب در کیو که اینجا هم باز منفی یک به دست میارم و با احتمال یک منهای پی ضرب در یک منهای کیو من روی این مربع قرار می گیرم یک منهای پی در یک منهای کیو و اونجا یک به دست میارم اگه این براتون گیج کننده است باید ویدئوهای دقیقا قبل از این که من در مورد سود انتظاری یا اکسپکتد پروفیت صحبت کردم رو ببینید تا یه مقداری شفافتر بشه که این رو بعد از کمی ساده سازی خواهیم دید که برابر میشه با پی در دو کیو منهای یک به علاوه ی یک منهای پی ضرب در یک منهای دو کیو خب این الان سود بازیگر یک هست به ازای هر پی و که اون دو بازیگر بازی بکنه خب این سود هست خب پس حالا بریم ببینیم که تابع مثل همیشه روش استانداردمون تابع بهترین پاسخ بازیگر یک من به هر بازی بازیگر دوی من چیه این یعنی چی یعنی این که من ببینم به ازای هر کیو که بازیگر دو استراتژیش هست بهترین پی که بازیگر یک میتونه انتخاب بکنه چی هست خب برای این راه خیلی استاندارد و کلاسیک این هست که خب شما مشتق بگیرید از این عبارت به نسبت Q به نسبت P اما من الان میخوام چون این مثال ساده است از یک روش ساده تر پیش برم و اونم اینه که شما اگر به این جمله و به این جمله نگاه کنید میبینید این هر دو دو Q منهای یک و یک منهای دو Q یعنی منفی هم دیگه هستن بنابراین اگر Q من یعنی کیوی که بازیگر دو بازی میکنه بزرگتر باشه از یک دوم در این صورت این جمله اول مثبت میشه این جمله اینجا منفی میشه خب چون دو کیو منهای یک داریم به ازای کیو بزرگتر از یک دوم مثبت و در این صورت بهترین استراتژی بازیگر یک چیه بهترین استراتژی بازیگر یک اینه که همه وزن رو روی این جمله اول قرار بده چون این ضریب مثبت پس بهترین استراتژیش اینه که پی رو برابر با یک قرار بده و در نتیجه یک منهای پی رو برابر با صفر تا همه این جمله منفی رو از بین ببره و این جمله مثبت رو به حد اکثر میزان خودش برسونه خب من الان میخوام بهترین پاسخ هم رو استفاده حساب بکنم یعنی میخوام ببینم کجا سودم حداکثر میشه دیگه و به همین ترتیب اگر کیو کوچکتر از یک دوم باشه برای حد اکثر کردن سودم خب من میدونم این جمله منفی خواهد شد این جمله مثبت خواهد شد و بنابراین برای حد اکثر کردن سودم من باید پی رو برابر با صفر قرار بدم تا این جمله منفی صفر بشه و این جمله مثبت به حد اکثر اثر خودش برسه یعنی یک منهای پی دقیقا برابر با یک بشه درسته؟ و در نهایت اگر کیو برابر با یک دوم باشه چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته اینه که این جمله صفر میشه چون دو کیو منهای یک میشه صفر یک منهای دو کیو هم میشه صفر و بنابراین مستقل از این که شما چه پی قرار بدید سود شما صفر خواهد بود دیگه چون این دو جمله هر دو صفرن و پیچ ربطی به پی شما نداره بنابراین هر پی متعلق به بازه صفر و یک که پی است که شما میتونید اصلا استفاده بکنید یعنی احتمال هست میتونه جواب مسئله باشه و مستقل از اون شما سودتون صفر خواهد بود پس همه پی ها عملا بهترین پاسخ شما خواهند بود خب پس حالا بذارید من یک نمودار بکشم تا یه ذره قشنگتر این حرفایی که الان زدم رو براتون رسم بکنم فرض کنید این محور Q هست و این محور P و من میخوام بهترین پاسخ بازیگری یک رو بکشم یعنی بگم به ازای هر کیو بهترین پی که اون میتونه بازی بکنه چیه خب من چی نشون دادم فرض کنید این نقطه هست یک این نقطه یک دوم و این نقطه یک دوم و این نقطه یک خب من نشون دادم که به ازای کیو های کوچیکتر از یک دوم یعنی این قسمت نمودار کیو بهترین پی صفره پس بذارید من رنگ رو عوض بکنم پس بهترین پی به ازای کیو های کمتر از یک دوم صفر خب یعنی این قسمت آبی رنگ میشه یک بخشی از نمودار من و نشون دادم که به ازای کیو مساوی با یک دوم پی هر عددی میتونه باشه پس به ازای کیو یک دوم پی من هر عددی میتونه باشه و به ازای کیو بزرگتر از یک دوم بهترین پاسخ من اینه که پی رو دقیقا برابر با یک قرار بدم یعنی یک همچین شکلی این نمودار یعنی این نمودار آبی رنگی که من الان اینجا کشیدم این تابع بهترین پاسخ بازیگر یک هست به ازای هر کیویی که بازیگر دو بازی بکنه بازیگر یک بهترین پی که میتونه بازی بکنه از این نمودار بدست میاد خب فقط به حالت خیلی خاص این تابه دقت بکنید دیگه این تابه به ازای همه کیو ها به غیر از یک دوم یا صفر یا یک و فقط به ازای کیو مساوی با یک دوم که دیگه هر عددی میتونه باشه و بهترین پاسخ من همه عدد ها هست و عملا من بی تفاوت هستم خب به این نقطه ای که شما نسبت به استراتژی های مختلفتون هیچ تغییری در سودتون نمیتونید ایجاد بکنید میگن نقطه ای که شما بی تفاوت یا ایندیفرنت هستید به نسبت به بازی های مختلفتون حالا کاری که من میخوام خودتون این یکی رو دیگه تمرین بکنید اینه که بهترین پاسخ بازیگر دو رو هم حساب بکنید و بگید که به ازای هر پی که بازیگر که من بازی بکنه بهترین کیوی بازیگر دو چیه من فقط جواب آخرش رو میگم که شما وقتی خودتون حساب کردید بتونید چک بکنید به ازای پی های بزرگتر از یک دوم بهترین بازی بازیگر بازی یک اینه که بازیگر دو اینه که کیو رو صفر بذاره به ازای پی های کمتر از یک دوم بهترین بازیش اینه که کیو رو یک بذاره و به ازای پی های مساوی و یک دوم هر کیوی بین صفر و یک بهترین پاسخش هست و عملا بازیگر دوی من بی تفاوت خواهد بود به نسبت استراتژی های مختلفی که قرار بازی بکن. بنابراین اگر من بیام و این طابعه بهترین پاسخ رو هم روی همین نمودان رسم بکنم به یک همچین شکلی میرسم که تا پی مساوی با یک دوم از صرف تا یک دوم پی کیو برابر با یک به ازای یک دوم کیو هر مقداری میتونه داشته باشه و به ازای پی های بزرگتر از یک دوم کیو برابر با صفر خواهد شد خب حالا تعادل نش طبق اون چیزی که ما از بازی های ساده یادمون هست چی بود؟ تعادل نش نقطه ای بود که در اون هر دو بازیگر در حال در روی تابع بهترین پاسخ خودشون بودن پس تابع بهترین پاسخ هر دو بازیگر یعنی اگر هر دو بازیگر در یک نقطه خاص داشتن بهترین بازی خودشون رو بازی میکردن و با تغییر بازیشون نمیتونستن سودشون رو زیاد بکنن اون نقطه میشد تعادل نش حالا بیایید روی این نمودار مثل اون چیزی که در بازی ساده پیدا کردیم یک نقطه هست که تابع بهترین پاسخ این دو در اون نقطه با هم برخورد میکنه و اون هم این نقطه دقیقا وسط هست این نقطه که تقاطع دو تابه بهترین پاسخ هست این چه نقطه ایه؟ این نقطه ایه که بازیگر یک من داره پی مساوی با یک دوم بازی میکنه و بازیگر دوی من داره کیو مساوی با یک دوم بازی میکنه در این نقطه طبق محاسباتی که ما تا اینجا کردیم هیچ کدوم از دو بازیگر با تغییر بازی خودشون نمیتونن سودشون رو زیاد بکنن چرا؟ من دو تا دلیل براش میارم اولا برای اینکه هر دو دارن روی تابع بهترین پاسخ خودشون قرار میگیرن یعنی به ازای هر بازی دیگری بهترین بازیشون همونیه که دارن انجام میدن و دیگه بهتر از اون نمیتونن بازی بکنن حالا شاید مساوی اون بتونن بازی بکنن ولی بهتر نمیتونن بازی بکنن و ثانیا من اینجا نشون دادم که اگر کیو مساوی با یک دوم باشد این عبارت میشه صفر این عبارت هم میشه صفر و سود بازیگر یک میشه صفر و به همین ترتیب اگر پی مساوی با یک دوم باشد سود بازیگر دو من هم میشه صفر و هیچ کدوم با تغییر مثلا بازیگر یک با تغییر پی خودش هیچ جوری نمیتونه سودش رو از صفر جابجا جا بکنه و بازیگر دو من هم اگر شما تا سودش رو بنویسید حتما این کار رو بکنید خواهید دید که با تغییر کیو خودش به هیچ وجه نمیتونه سودش رو عوض بکنه و برای پی مساوی با یک دوم سودش همواره برابر با صفر خواهد بود و بنابراین در نقطه پی مساوی با یک دوم و کیو مساوی با یک دوم هر دو بازیگر سودشون صفر خواهد بود و هیچ کدوم با فرض ثابت بودن بازی اون یکی با تغییر بازی خودشون نمیتونن سود خودشون رو بیشتر بکنن و این نقطه یک تعادل نش خواهد بود و این خیلی جالب شد دیگه این یعنی داره به من میگه این دو تا بازیگر اگر هر دو تصمیم بگیرن به جای اینکه یک روی خاص رو نشون بدن سکه رو بندازن دقیقاً شیر خط بازی بکنن و هر روی اومد همون رو نشون بدن اگر هر دو با همین استراتژی بازی بکنن اون نقطه یک تعادله نشه و هیچ کدوم با تغییر استراتژی خودش نمیتونه سودش رو زیاد بکنه و خب این یک تعادله نشیه که با مفاهیمی که ما قبلا از تعادله دیده بودیم در بازی های ساده کاملا متفاوته و خیلی هم جالبه دیگه که یک بازی کاملا تصادفی میتونه شما رو به حد اکثر خوشحالی خودتون از اون بازی برسونه و اون نقطه یک تعادل باشه در ویدیوی بعد میبینمتون فعلا خداحافظ